بینندگان عزیز، دوستان محترم، خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که پیش اومده که دوباره در خدمت شما باشم. امروز 21 درس شبانی را و خدمات شبانی را خدمت شما ادامه میدم. آخرین درسی که ما داشتیم در مورد اصلاحات شبان از یک عضو خطاکار بود، موانعی که برای این اصلاحات پیش میاد و روشهایی که برای اصلاحات وجود داره بررسی کردیم. در مورد روش‌های مؤثر اصلاح ما فقط تونستیم یک روش رو خدمت شما بگیم و اون رو دوباره تکرار می‌کنم و بعد به روش‌های بعدی ادامه خواهم داد. اولین روش در مورد این بود که اگه شما می‌خواهید یک نتیجه موفقیت آمیزی داشته باشید، باید عضو خطاکار کلیسایتان را به تنهایی، نه در حضور جمع، بلکه به صورت خصوصی با او صحبت کنید. و فواید این نوع اصلاح خصوصی را خدمتتون گفتم که دیگه به خاطر صرفه‌جویی در وقت نیازی نمی‌بینم که تکرار کنم. و برای ادامه این بحث به روش‌های بعدی مراجعه می‌کنیم. اگه شما می‌خواهید در کار اصلاح خطاکار یا اصلاح کار خلافی که عضو کلیساتون انجام داده یا ایمانداری که تحت پوشش شماست انجام داده شخص موفقی باشید، باید از این روش‌های کتاب مقدسی بهره بجویید. دومین روش درست اصلاح شبانی اینه که با روح تواضع و حلم به شخص خطاکار نزدیک بشید. کلام خدا میگه بنابراین اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست برگردانید، یا در ترجمه قدیمی میگه به روح تواضع او را اصلاح کنید، و در این حال به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی. در کتاب غلاطیان باب 6 آیه اول آمده. وقتی اصلاح کننده با حلم و فروتنی برای اصلاح شخص خطاکار قدم برمیداره، چند تا نتیجه خوب به دست میاره. اولا خطاکار فکر نمیکنه که این شبان کلیسا حاکمه و خودشو برتر از اون میدونه و یا او را درک نمیکنه، بلکه میپذیره که شبان همدرد با او نیامده که او را بکوبه، بلکه آمده که او را اصلاح کنه و کمکش کنه. وقتی با روح فروتنی نزدیک میشیم، عضو کلیسا فکر نمیکنه که شبان از قدرت و مقام روحانی خودش میخواد سوء استفاده بکنه و عضو کلیسا را دادگاهی کنه، چون در این صورت نتیجه جز جر و بحث‌های بیهوده نخواهد بود. شما میدونید که بارها در کتاب مقدس پولس رسول شبانان کلیسا را از جر و بحث‌های بی‌مورد و بی‌ثمر که جز جدل، جز مباحثات بی‌فایده و جز اعصاب خرد کن شدن همدیگه نتیجه دیگه ای نداره، اونها را برحذر می سازه. بنابراین اگه یک شبان کلیسا میخواد شخص موفقی باشه، باید با روح حلم و فروتنی نزدیک بشه و اگه مجادلاتی میخواد به وجود بیاد، خودش این آتیش رو خاموش کنه، در آرامش خاموش کنه، چون وقتی کار به جر و بحث میکشه اینا رو از مسیر اصلی دور میکنه. از طرف دیگه نزدیک شدن با روح تواضع و حلم به خطاکار سبب میشه که شبان کلیسا نه با روحیه دعوا و خشونت، بلکه با روحیه آرامش اصلاحات مؤثرتری رو بکنه. متاسفانه بسیاری خدمت مقدس توبیخ را که داوود میگه روغن برای سر هست و کار مقدسیه، کار پسندیدهیه، با دعوا و خشونت و درگیری و جنگ و پرخاشگری یکی دونستن. خادم خدا باید مواظب باشه که بر خشونت و عصبانیتی که غیر قابل مهار کنترل داشته باشه، تسلط داشته باشه. در رساله دوم تیموتائوس باب دوم پولس رسول به تیموتائوس نصیحت میکنه که اون خودش هم شبان کلیسا بود، میگه از مسائل بیهوده، آیه 23 را میخونم، و بی تعدیب اعراض نما، چون میدانی که نزاع ها پدید میآورد، اما بنده خدا یا خادم خدا نباید نزاع کند،
بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید، که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. بنابراین اشتبانان عزیز، من از شما خواهش میکنم در کنار جدی بودن و قاطع عمل کردن، مواظب اعصاب به هم ریخته خودتون باشید، مواظب زبان نیشدار، متلک های گزنده و رفتارهای تلخ و خشن خود باشیم، چون این چیزا نه تنها کسی را اصلاح نمی کنه، بلکه او را بدتر می سازه و تازه به وجه و شخصیت روحانی خادم خدا هم لطمه وارد می کنه. حتی اگه طرف مقابلم عصبانی شد، داد کشید، جیغ و فریاد کشید، شما مراقب باشید که چگونه این شخص را در آرامش ساکت کنید. حتی در آرامش میتونید او را توبیخش کنید، نصیحت کنید، ولی مراقب باشید که اونجا تبدیل به جنگ اعصاب نشه. من یک شبان سالمندی را میشناسم که با وجود اینکه مرد خیلی خوبی بود، ولی خیلی اعصابش داغون بود و یک معاونی هم داشت که او را تربیت میکرد و این شبان سالمند چیزهای خوبی به این معاون آموخته بود، ولی اعصاب داغون خودش را هم به این معاون منتقل کرده بود. معاون شخص جوانی بود و اونم اغلب بر سر اعضای کلیسا داد میکشید و مردم از دست او شاکی بودن و یک بار رئیس او که همین شبان سال خورده باشه که داشت بازنشسته میشد به او گفت که ای جوان، تو چرا اینقدر سر مردم داد میکشی؟ چرا بر اعصابت مسلط نیستی؟ و این جوان گفت برای اینکه استاد خوبی مثل شما داشتم که این چیزها را به من منتقل کرده. اینقدر سر من داد کشیدی و اینقدر عصبانی شدی و سر اعضای کلیسا داد کشیدی که من در طول این سالها اینطوری بار آمدم. شبان سال خورده خیلی از خودش خجالت کشید و تازه اونجا فهمید که در کنار چیزهای خوبی که به او آموخته چه شخصیت ناآرامی را هم به او منتقل کرده. بنابراین مراقب باشیم، چون اگه ما افراد ناآرامی باشیم، همین ناآرامی را به دیگران هم منتقل میکنیم. سومین روش اصلاح شبانی اینه که با کمال صبر و تحمل به خطاکار نزدیک شویم. در ادامه همین غلاطیان باب 6 آیه دوم کلام بسیار زیبایی آمده که بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید. یا در رومیان باب 15 آیه اول میگه ما که توانا هستیم ضعف‌های ناتوانان را متحمل شویم. و بعد میگه خود را نیز ملاحظه کن که در تجربه نیفتی، ولی ضعف‌های ناتوانان را متحمل بشیم. نباید برای اصلاح شخص، توبیخ و درست کردن او عجله داشته باشیم، چون عجله و دست پاچگی اولا سبب قضاوت‌های نادرست و غیرعادلانه میشه. کلام خدا میگه هر که تعجیل کند مرتکب گناه میشه، هر که ایمان داشته باشه عجله نخواهد کرد. همون اصطلاح معروفی که ما در فارسی هم به کار میبریم که عجله کار شیطانه، واقعا شما وقتی در قضاوتاتون عجله میکنید باعث میشید که قضاوتایی که میکنید ناعادلانه و غیر منصفانه باشه. ضمن عمل عجولانه نه تنها ناپختگی شبان را در کارش نشان میده، بلکه سبب دلشکستگی و ناراحتی عضو کلیسا میشه که از شبانش انتظار نداشته اینقدر دهنبین و تحت تاثیر مردم باشه. من خیلی از وقتا دیدم بعضی از شبانان که با عرض معذرت اونها رو شبانان دهنبین من میگم یا شبانان تاثیرپذیر، هرچه که از دیگران میشنوند بدون اینکه تحقیقات کافی به عمل آورده باشن، بدون اینکه انگیزه اون افراد رو که غیبت میکنن شناخته باشن، بدون اینکه واقعا کاملا مطمئن بشن که آنچه که شنیدن درسته یا نه، میرن و طرف مقابل را توبیخ میکنن، محکوم میکنن، دعوا میکنن. بعدن حقیقت آشکار میشه که چیز دیگه بوده. خب این امر نشانه ناشیگری بودن و ناپختگی شبانه که بعد باعث خجالت اون میشه. شبانان حکیم و پخته پس از بررسی همه جوانه به موضوع، در صورتی که نیاز باشه به اصلاح و توبیخ، نبایستی عجله بکنن و وقتی هم توبیخ کردن نبایستی منتظر معجزه فوری و ناگهانی بشن، بلکه به عضو خطاکار فرصت بدن تا
خود را بازنگری نموده و اصلاح کند. زیادی به او گیر ندن، خیلی به اون بند نکنن، اونو خسته و کلافه نکنن. شما حقیقتی رو گفتید، موضوعی را توبیخ کردید، یک کمی فرصت بدید تا ایشون بتونه هضم کنه، فکر کنه، بره روش کمی بازنگری کنه، تعمق کنه و بعد یه مدت کوتاه بعد دنبال کنید موضوع را، ببینید به کجا رسیدید. شبانان باید صبر و تحمل خدا را داشته باشن. خدا چطوری ما را تحمل میکنه؟ در مزمور 68:18 داوود به زیبایی میگه که خدا چطور ما را تحمل میکنه. میگه متبارک باد خدا که هر روزه متحمل بارهای ما میشه. واقعا خدا چقدر ما را تحمل کرده، با تحمل خودش ما را به توبه آورده. ما در دعا به خدا فرصت بدیم تا با قلب عضو خطاکار صحبت کنه و عمل دگرگون کننده خودش رو در زمان معین در او ظاهر بسازه. پس بنابراین برای هر کس خدا زمان خاص خودش رو داره. یه موقعی میبینید یک نفر هنوز دستگاه گیرندگیش قوی نیست، یا شما میگید بهش ولی بازیگوشی میکنه. مخصوصا دوران نوجوانی، دوران جوانی و یک دورانهای به خصوص هست که شخص سرکشه، گوش نمیده. ما باید این گونه افراد را در ضمن اینکه اصلاح میکنیم ولی تعملم بکنیم و بدونیم زمانی میرسه که او سرش به سنگ میخوره، بیدار میشه، متوجه میشه و بعدش توبه میکنه و شما هم خیلی تشکر میکنه که او رو تحمل کردید تا بالاخره او نجات بیابه. بنابراین شما قیچی بر ندارید فوری هر کس رو میبینید که اشتباه کرده از ریشه ببرید. اگر هم میبرید یه جوری ببرید که بعد جای درمان هم باشه. چهارمین روش اصلاح شبانی اینه که چون پدری دلسوز به شخص خطاکار نزدیک بشیم. پولس رسول در همین رابطه در اول قرنتیان باب 4 آیه 14 میگه این را نمی نویسم تا شما را شرمنده بسازم، بلکه تا چون فرزندان دلبندم هشدارتان بدم. دقت می فرمایید پولس در همونجا میگه شما پدران کم دارید، معلمین بسیار دارید ولی پدران کم دارید و من برای شما پدری کردم. واقعا اون عضو کلیسا باید بدونه که این شبان نقش یک پدر رو داره، نقش یک مادر و یک دایه رو داره براش و انگیزه حقیقی او از توبیخ به او غیر از محبت چیز دیگه ای نیست. کلام خدا در عبرانیان 12:6 میگه کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکرده باشه؟ و بعد میگه هر که را من دوست میدارم توبیخ و تأدیب مینمایم. اگر شخص خطاکار بداند که خادم خدا او را حقیقتاً دوست داره، قلبش نسبت به او پر از درد الهیه، اون شخص پذیرشش خیلی راحت تره، نرم میشه. من از یک شخصی که فرد بسیار متعصب بود در مذهب خودش پرسیدم چی باعث شد که شما ایمان بیارید؟ گفت دو چیز. اون کسی که به من بشارت میداد، اولا خودش هم باورش شده بود که آنچه که میگفت حقیقته. دوم این که وقتی که من رد کردم، حتی با اون مخالفت کردم و ایمانش رو به باد مسخره گرفتم، به جای این که با من مقاومت کنه برای من اشک ریخت و مرا محبت کرد، مرا در آغوش گرفت، برای من دعا کرد و من فهمیدم من که بسیار پابند مذهب خودم هستم، نه این باور و یقین را دارم و نه یک چنین محبتی دارم. همین اولین جرقه‌ای بود که سبب شد که من نسبت به ایمانی که این شخص داشت به فکر بیفتم. بنابراین عزیزان، وقتی شما با اشکا، با قلبی پر از درد و بار به کسی که خطاکار نزدیک میشید و اون میفهمه شما او را دوست دارید، غالبا نتیجه مثبت میگیرید. پولس رسول در اعمال رسولان باب 20:31 به کلیسای افسوس میگه مدت 3 سال شما را با اشکا تنبیه نمودم. تنبیه با اشکا چه تنبیه مؤثری؟ البته کلمه تنبیه هم که اونجا میگه منظور در اصل یونانی یعنی بیدارتون کردم، هشدارتون دادم. ما باید بدونیم پسر گم شده به خودش میاد و متوجه وضعیت گناهالود خودش میشه اگر یک چنین محبتی را از جانب ما که پدر هستیم ببینه. ممکنه ابتدا خطاکار مقاومت بکنه ولی بعداً قلبش نرم میشه و توبه خواهد کرد. محبت امروزم قوی ترین سلاح خداست.
برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که محبت در مسیحیت نشانه ضعف و ناتوانیه، کلام خدا محبت را قوی ترین سلاح میدونه. محبت مظهر قدرت خداست. در کتاب غزلها باب 8 آیه 6 و 7 میگه که سیل‌های بسیار محبت را نمیتونه خاموش کنه، آب‌های بسیار نمیتونه بر محبت غالب بشه، زیرا محبت مثل موت زورآوره. یعنی همانطور که هیچ نیرویی نتونسته موت را بشکنه و هیچ کس نتونسته در برابر موت مقاومت کنه، هیچ احدی نخواهد توانست در برابر قدرت محبت دوام بیاره. بالاخره محبت شکست میده و غالب میشه. در دنیای بی تفاوت و نسل خشن و خودخواه امروزی هنوزم محبت عیسی مسیح پیام اول و آخر را به ما میده. ما در شهر لندن شاهد یک نمایشنامه ای هستیم که 22 ساله داره هر شب پخش میشه. نمایشنامه ای که هر شب 22 سال پخش شده و هنوزم پخش میشه و هر شبم پر جماعت و جای مختلف دنیا میان و این نمایش رو نگاه میکنن. و اسم این نمایشنامه ویکتور هوگو بینوایان را که نوشته، اون را به صورت زنده در آوردن. خب خیلیا کتابش رو خوندن، فیلمش رو دیدن و حتما نمایشنامه رو هم دیدن. نمایشنامه مدرن موزیکال که پیامش اینقدر مؤثره که این همه سال تونسته دوام بیاره. بارها بازیکنانش عوض شدن چون نمیتونستن همون بازیکنان باشن. پیام این نمایشنامه در یک عبارت اینه که چطور قدرت محبت بر قدرت قانون و شریعت غالب میشه. جنگیست بین ژان والژان و ژاور که ژاور با روش‌های قانونمندانه خودش که درستم بود، از لحاظ اصولی و شریعتی درست بود، او به عنوان یک مأمور آگاهی، مأمور پلیس می‌خواست از روی قانون عمل کنه، ولی ویکتور هوگو چیزی را داشت که ورای قانون بود و آن محبتی بود که آن اسقف به او آموخته بود. وقتی که منزل اسقف رفت و مورد محبت و توجه او قرار گرفت و شب که می‌خواست بخوابه شمدان‌های نقره‌ای اسقف را با ظروف نقره‌ایش که یادگار مادرش بود دزدید و رفت و پلیس او را دستگیر کرد و آورد پیش او، آن اسقف چه عکس‌العملی نشان داد؟ البته ظروف نقره‌ای را برداشته بود، شمدان‌ها را یادش رفته بود. اسقف به او گفت که فرزندم، این شمدان‌ها را یادت رفته بود که به تو بخشیدم، و به پلیس گفت من اینا رو به او بخشیدم. و دروغ هم نگفت، چون موقعی که فهمید که این دزدیده، همان موقع بخشید به خودش و به این وسیله روح او را خرید. و او نمیدونست که اون شب چه کار مهمی داره انجام میده، چون همین عمل اسقف باعث دگرگونی و تحول عجیب ژان والژان شد و او را تبدیل به یک مرد با محبتی ساخت که تأثیر آن بعداً در رابطه با هر کسی که او برخورد میکرد، حتی افراد خلافکار، نمایش میداد. عزیزان، امروز هم میتونه محبت مسیح چنین تأثیر بزرگی بر قلب‌ها بگذاره، مخصوصا در قلب افراد خطاکار. پنجمین روش اصلاح خطاکار اینه که با روح دعا به شخص خطاکار نزدیک بشیم. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 13 آیه 7 میگه دعای ما به درگاه خدا این است که مرتکب خطایی نشید تا معلوم شود که ما از آزمایش سرفراز بیرون آمده ایم، بلکه تا شما آنچه را که درست است انجام دهید. دعا خیلی مهمه. بسیاری از وقتا ما با تلاش و زور بشری خودمون میخواییم کسی را اصلاح کنیم که البته موفق نمیشویم. وقتی ما شروع میکنیم به دعا، باید این موارد رو در نظر داشته باشیم که اولا دعا کنیم تا خداوند محبت این شخص خطاکار را در قلب ما بگذاره. دوم، برای اصلاح خطاکار دعا کنیم تا خدا حکمت و هدایت لازم را به ما عطا کنه. ما نیاز داریم با خدا در مورد اون مشورت کنیم. واقعا نیاز داریم که از خدا راه‌های مناسب این شخص را پیدا بکنیم. از خدا بخواهیم که کلید مخصوص این شخص را که وارد شدن به قلب او را نزدیکتر میکنه به ما عطا کنه. همینطور دعا کنیم که خداوند قلب شخص خطاکار را نسبت به گناه ملزم بسازه و او را برای توبه آماده بکنه.
و به ما برای زندگی او و وضعیت او پیام بده. حرف زیاده، نصیحت زیاده، ولی وقتی ما از طرف خدا یک پیام داریم، ممکنه چند عبارت به او بگیم، ولی همان چند عبارت کوتاه قلب او را زیر و رو کنه. پس باید دعا کنیم که خدا به ما پیام کلیدی بده. در صورتی که لازم بشه باید دعا کنیم که خداوند ما رو کمک کنه برای او روزه بگیریم و با روزه برای او شفاعت کنیم. بعضی از بارها هستن که با تراکتور هم میشن، بعضی بارها هست که نیاز به جرثقیل داره. برای شخص خطاکار روزه بگیرید و دعا کنید، مخصوصا قبل از ملاقات با او. آیا ممکنه شبان کلیسا برای یک نفر به طور مرتب و جدی دعا بکنه؟ خدا بار او را در قلبش جاری نسازه و خدا برای کمک مؤثر به این شخص او را راهنمایی نکنه؟ اول سموئیل 12:23 سموئیل میگه هاشو از من که من به خداوند گناه ورزیده ترک دعا کردن برای شما بنمایم. پس میبینید دعا چقدر مهمه برای کمک به شخص خطاکار. ششمین روش مؤثر اصلاح خطاکار اینه که با هدایت خداوند او را اصلاح کنیم. در مزمور 32 آیه 8 وعده خدا اینه که تو را حکمت خواهم آموخت، تو را به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود. شبان به هدایت الهی احتیاج داره، چون او اگه این هدایت را داشته باشه مطمئن میشه که این روشی را که دنبال میکنه روش درستیه. کتاب اشعیا باب 30 آیه 21 این وعده خدا برای شبانان چقدر عالیه که میگه گوشهای تو از عقب تو صدایی را خواهد شنید که به تو میگوید راه این است هنگامی که به طرف چپ یا راست سرگردانی. راه را بهت نشون میده. آبراهام لینکلن یک عبارت قشنگی داره، میگه اول مطمئن باش که کارت درسته، بعد با عزم راسخ قدم بردار و جلو برو، ولی اول مطمئن باش. شبان برای اینکه در رابطه با خطاکار تحت کنترل روح القدس قرار گرفته باشه نیاز به هدایت داره، برای اینکه بدونه نحوه سخن گفتنش چجوری باید باشه، زمان سخن گفتن، مقدار سخن گفتن، لحن سخن گفتن و تمام جزئیات امور را، که ما بتونیم حرف صحیح را در وقت صحیح به طرز صحیح به اون شخص خطاکار منتقل کنیم. حتی نحوه نگاه کردن به خطاکار، گاهی یک نگاه آمیخته با سکوت مانند نگاه عمیق و پرمهر مسیح به پتروس سقوط کرده باعث الزام و شکستگی و در نهایت سبب توبه میشه. همینطور شبان برای اینکه خداوند کلید مخصوصی را به او بده برای نزدیک شدن به قلب اون خطاکار، میبینید که احتیاج به هدایت روح القدس داره. ما هیچ وقت یه شاکلید نداریم که به وسیله اون بتونیم همه درها رو باز کنیم. برای نزدیک شدن به قلب هر کس کلید مخصوص خودش لازمه. زندگی پر از روح القدس کمک میکنه که تحت کنترل روح القدس بتونیم مردم رو بشناسیم و کمک لازم رو به اونها بکنیم. ضمن شبان برای اینکه عضو خطاکار را با خداوند روبرو بکنه، او نیاز داره که در هدایت او مسح مخصوصی داشته باشه. وقتی شبانان مسح مخصوصی از روح القدس داشته باشن، عضو خطاکار نصای شبان را میپذیره و متوجه میشه که اگه بخواد با شبان کلیسا مقاومت کنه، در حقیقت با خدا مبارزه کرده نه با انسان. دقت میفرمایید، وقتی ما از روح القدس پریم، مسح الهی را داریم و با این دید به مردم نزدیک میشیم، چهره ما، سخن ما، نگاه ما، حرکات ما یه ابهتی، یه عظمتی رو ایجاد میکنه که اون فرد خطاکار، فردی که با همه درگیر میشه، وقتی به ما نگاه میکنه میفهمه که در حضور خدا ایستاده. حتی اگر مخالفت هم میکنه میفهمه که با خدا داره مخالفت میکنه. عزیزان، شبانان کلیسا، شما کاری کنید که مردم خودشون رو روبرو شده با خدا ببینن، نه با شما.
مثل پتروس که به حنانیا گفت تو به خدا دروغ گفتی نه به انسان، روح القدس را خواستی فریب بدی. مثل پولس که صدای عیسی مسیح را شنید که به او گفت ای شاول ای شاول چرا بر من جفا میکنی؟ او داشت کلیسا را جفا میرسوند، ولی در آن ملاقات فراموش نشدنی راه دمشق متوجه شد که عیسی مسیح را داره جفا میرسونه. یک شخص الکلی مشروبخوار حرفه‌ای که همیشه دائم الخمر بود توبه میکنه و ایمان میاره و به دوستاش بشارت میده و دوستاش به او میگن ببینم حالا اگه تو یک روز تنها بودی، توی خونه رفتی، در یخچالو باز کردی، دیدی که اونجا پر ویسکی هست، پر کنیاک و مشروبات قوی هست، شامپاین و اینا هست، خاطرات قدیمی گل نمی کنه، وسوسه نمیشی بگی خب حالا اینجا نه کشیشی هست، نه ایمانداری هست، نه عضو کلیسایی هست، بندازیم بالا بره دیگه، کی میفهمه، کی به کیه؟ فردا هم بیریم کلیسا میگیم هاللویا خدا رو شکر و آمین، کسی هم که متوجه نمیشه ما دیشب چی کار کردیم. تنهایی دیگه. ایشون در پاسخ میدونید چی میگه؟ میگه آخه من یه مشکل بزرگ دارم. میگن چیه مشکلت؟ گفت مشکل من اینه که بعد از اینکه ایمان آوردم هیچ وقت تنها نبودم. همیشه اون پیش من بوده، همیشه کنار من بوده، روبروی من بوده و من حالا بخوام سر فلان کشیش و کلا بذارم، پیش اون خودم رو خوب نشون بدم، با خدا چی کار بکنم؟ و این چیزیه که ما احتیاج داریم که به اعضای کلیسا بفهمونیم که اینا با ما طرف نیستن، چون اگه با ما طرف باشن ما شکست میخوریم. اونا اینقدر بعضیاشون حقبازن، کلکن، واردن، ماهرن، میتونن ما را رو انگشتشون بچرخونن. بنابراین ما اجازه بدیم که این اشخاص متوجه بشن که ما این افراد را نمیخواییم با خودمون، بلکه با خود خداوند روبرو بکنیم. و بالاخره هفتمین روش که ما در جلسه آینده این را یک کمی مفصلتر بررسی میکنیم و روش بسیار مهمیه، اینه که شبان کلیسا عضو خطاکار را با حکمت الهی کمک کنه که مشکلش رو پیدا کنه. محبت خالی بدون حکمت سودمند نیست، حتی ممکنه مضرم باشه و ممکنه این شخص از محبت ما سوء استفاده بکنه اگه دارای حکمت نباشی. برای همینه که پولس رسول به فیلیپیان 1:9 میگه دعا میکنم که محبت شما در کمال فهم، در کمال حکمت بسیار زیادتر بشه. پس حکمت الهی شبان رو کمک میکنه که او بتونه ضمن اینکه گناهان شخص خاطی را میفهمه و از دستش ناراحته، ولی به خاطر رعایت اون حکمت به شخصیت اون گناهکار و خلافکار احترام میگذاره و با احترام به اون نزدیک میشه و با حکمت الهی سعی میکنه که او را اصلاح بکنه و این سبب میشه که اون فرد دیگه از کارها و رویه های غیر حکیمانه شبان انتقاد نکنه، بلکه بفهمه این شبان چگونه با فهم و حکمتی که خدا بهش بخشیده این موضوع را تونسته راست و ریستش کنه، به اصطلاح جمع‌بندیش کنه. حالا برای اینکه موضوع حکمت را بهتر ما بفهمیم، جلسه آینده به طور مفصل در مورد روش های اصلاح حکیمانه صحبت خواهیم کرد. خدا برکت بده شما را. تا جلسه آینده شما را به خدا میسپارم. خیلی ممنون.